سلام، با استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه است. من ژاکفر احمدی میزبان شماستم. شهرهای گوناگون ایران شام یکشنبه صحنه تجمع اعتراضهای مردم بودند. معترضان به خاطر شلیک راکت سپاه پاسداران به تیاره اوکراینی به جاده های شهرها ریختند و علیه مقامهای ایران شعار دادند. ویدیوهایی از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان و نیز زخمی شدن یکی از معترضان در تهران منتشر شده. حالا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با ماست. حالا امروز در ایران چی میگذره؟ امروز روز سومی هست که ما شاهد این هستیم که این اعتراضاتی که بعد از اینکه مردم فهمیدن هواپیمای اوکراینی که بیشتر سرنشینانش ایرانی بودند هدف شلیک موشک قرار گرفته، مردم اعتراضاتشون رو به شکل‌های مختلف نشون میدن. برخی از این اعتراضات در خیابان بوده، خصوصا در نزدیکی دانشگاه‌ها در تهران پایتخت، اما در شهرهای دیگه هم ما شاهد تظاهرات بودیم. تظاهراتی که شعارهاش هم فقط معطوف به موضوع هواپیما نیست، مردم علیه رهبر جمهوری اسلامی، علیه سپاه پاسداران دارن شعار میدن. اما این همه اعتراضات نیست. یکی از بزرگترین اعتراضهایی که ما شاهد هستیم و در نوع خودش در سالهای اخیر نادر هست، کنار گرفتن هنرمندا از فستیوال بسیار مهمی هست در ایران که ماه آینده قرار برگزار بشه. در زمینه سینما، تئاتر، موسیقی ما بیانیه‌هایی از مثلا معماران دیدیم، از کارتونیستا دیدیم. در نتیجه ابعاد مختلفی رو داره این اعتراض به خودش می‌بینه و هر لحظه هم به تعداد آدمایی که دارن منصرف میشن از شرکت در مثلا یک فستیوال دولتی بیشتر میشه. از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضا چی خبر؟ ما هم از شاهدان عینی در رادیو فردا شنیدیم و تصاویر رو هم دیدیم درباره گاز اشکاور. پلیس تهران امروز اعلام کرده که پلیس به سوی کسی تیراندازی نکرده. به نوعی مقام‌های جمهوری اسلامی میخوام بگن که اگر که به صورت بسیار حداکثری نیروهای امنیتی در خیابان حضور دارن، این برای برقراری امنیت هست، در حالی که به هر حال این اولین بار نیست که ما شاهد برخورد نیروهای انتظامی با معترضان بودیم. ما تنها 2 ماه پیش شاهد یک اعتراضات گسترده در نقاط مختلف ایران بودیم که اون اعتراضات گسترده گفته میشه بین 300 تا 1500 کشته. هنوز ما رقم نهایی و دقیق نداریم کشته داده. در نتیجه این که نیروی انتظامی و نیروهای انتظامی سرکوب بکنن اعتراضات در خیابان رو، برای ما که شاهد این ماجرا هستیم موضوع تازه‌ای نیست. تشکر از خودت هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. سر میزنیم به همسایه دیگر افغانستان. در پاکستان جنبش تحفظ پشتون از تشکیل یک جرگه خبر داده. این جرگه که متشکل از بزرگان قومی خواهد بود، یک جا با اعضای این جنبش در جهت تامین حقوق پشتونها مبارزه میکند. اعضای جنبش هم گفتند که بر راه پیمایی های خود ادامه میدهند. گرد همایی جنبش تحفظ پشتون در شهر بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان. منظور پشتین، رهبر این جنبش، در گرد همایی دیروز گفت در 2 فوریه در کویته گرد همایی دیگری را در دفاع از پشتونها برگزار خواهند کرد. قدونبال این گرد همایی آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، در حساب تویتر خصوصی خود نوشت: کسانی که پیشاپیش ذبح شدند چگونه ذبح شده می توانند؟ این تبصره او با انتقادهای به همراه شد. غفور سپس توییتش را حذف کرد. پایان بخشیدن به قتل‌های هدفمند پشتون‌ها و تعیین سرنوشت هزاران فرد ناپدید شده از خواست‌های اصلی این جنبش است. اردوی پاکستان اتهام‌های وارد شده بر خودش را به اساس دانسته است. مذاکرات صلح لیبیا امروز در مسکو پایتخت روسیه آغاز شد. ترکیه و روسیه از ذینفعان کلیدی در منازعه در لیبیا بودند. ترکیه از حکومت وفاق ملی برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد و روسیه هم از خلیفه هفتر فرمانده ملیشه‌های مخالف حکومت پشتیبانی کردند. مقام‌های این دو کشور نیز امروز در مسکو گرد هم آمدند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو، در نشست در مسکو.
آنها نشست زیر نام حل بحران لیبیا را امروز افتتاح کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در فیسبوک خود نوشت طرفهای لیبیا هم در این نشست شامل خواهند بود. فیاض سراج رئیس حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه افتر فرمانده ملیشه‌های مخالف حکومت لیبیا نیز در مذاکرات اشتراک می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد لیبیا گفته است که انتظار می رود سند برقراری آتش بس در این کشور امروز در مسکو پایتخت روسیه امضا شود. پس از آن که معمر القذافی در سال 2011 میلادی از قدرت برکنار و کشته شد، این کشور صحنه رقابت میان دو طرف بر سر قدرت بوده است. یکی حکومت وفاق ملی لیبیا در طرابلس و دیگر هم اردوی خودخوانده زیر امر خلیفه حفتر در تبروک. افراد حفتر تلاش برای تصرف طرابلس را سال گذشته آغاز کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از آن زمان به این سو حدود 1000 تن کشته و 5000 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال فعال شدن آتش فشان در فیلیپین، مقام های این کشور نسبت به احتمال فوران خطرناک آن هشدار دادند. کوه آتش فشان تال در نزدیکی پایتخت فیلیپین امروز فعال و موجب ابر خاکستری تیره شد. احتمال انفجار خطرناک در روزهای آینده. هشدار است که مقام های فیلیپین دادند در پی فعال شدن کوه آتش فشان تال. در رویداد ترافیکی در نتیجه دود خاکستری جان دادن یک تن در نزدیکی پایتخت این کشور تایید شده. ایالت باتانگاز در 66 کیلومتری جنوبی مانیلا در معرض خطر قرار دارد. 45,000 باشنده ساحات پرخطر این منطقه خانه های خود را ترک کردند. به گفته مقام ها دست کم 200,000 باشنده آنجا مجبور به فرار از خانه هایشان خواهند شد. جشن سال نو تیبیتی ها را دیده اید؟ خیلی جالب هست و سرگرمی های دارند مانند اسب سواری و رقص و پایکوبی. جشن باشنده های روستای سینگلانگ منطقه گانزی شهر سیچوان. این مراسم پر از شور و هیجان هفته گذشته در جنوب غرب چین آغاز شد و چهارشنبه تمام می شود. حتما با دیدن این رقص به یاد اتن افغانی می افتید. شباهت زیاد دارند. گوجوانگ رقص خیلی مشهور مردم تبت است. این مراسم با رقص و پایکوبی خلاصه نمی شود. اسب سواری هم شامل آن است، نمایشی که تمرین و مهارت زیاد می طلبد. از همراهیتان با ما در استدیوی آزادی تشکر. اینها در صفحه اینترنت و فیسبوک ما همیشه قابل تماشا است. خدا نگهدار.